فصل ششم. همه آنانی که زیر یوغ بردگی هستند، اربابان خود را شایسته احترام کامل بدانند، تا هیچ کس از نام خدا و تعلیم ما بدگویی نکند. غلامانی که اربابان ایماندار دارند، نباید به دلیل اینکه برادر دینی هستند با آنها بی احترامی کنند، بلکه باید بهتر خدمت کنند، چون آنانی که از خدمت ایشان بهره‌مند می‌گردند مؤمن و عزیز هستند. باید این چیزها را تعلیم دهی و اصرار کنی که مطابق آنها عمل کنند. اگر کسی تعلیمی به غیر از این بدهد و تعلیمش با سخنان خداوند ما عیسی مسیح و تعلیمات آیین ما سازگار نباشد، خودپسند و بی‌فهم است و تمایل ناسالمی به مجادله و منازعه بر سر کلمات دارد. این باعث حسادت، دستبندی، توهین، بدگمانی و مباحثات دائمی در بین اشخاصی می شود که در افکار خود فاسد و از حقیقت دور هستند. آنها گمان می کنند که خداپرستی وسیله ای است برای کسب منفعت. البته خداپرستی همراه با قناعت منفعت بسیار دارد، زیرا ما چیزی به این جهان نیاورده ایم و نمی توانیم از این جهان چیزی ببریم. پس اگر خوراک و پوشاک داشته باشیم، با آنها قناعت می کنیم. اما آنانی که در آرزوی جمع کردن ثروت هستند، به وسوسه و دام آرزوهای پوچ و زیانبخشی که آدمی را به تباهی و نیستی می کشاند، گرفتار می شوند. زیرا عشق به پول سرچشمه همه نوع بدی هاست. و به علت همین عشق است که بعضی ها از ایمان منحرف گشته، قلب های خود را با رنج های بسیار جریح دار ساختند. اما تو ای مرد خدا از همه اینها بگریز و نیکوی مطلق و خداپرستی و ایمان و محبت و بردباری و ملایمت را پیشه خود ساز. در مسابقه بزرگ ایمان تلاش کن و حیات جاودانی را به چنگ آور، زیرا خدا تو را برای آن خوانده است و در حضور شاهدان بسیار به خوبی به ایمان خود اعتراف کردی. در برابر خدایی که به همه چیز هستی می‌بخشد و در حضور مسیح عیسی که پیش پنتیوس پیلاتوس اعتراف نیکو کرد، تو را موظف می‌سازم که این فرمان را بدون لکه و دور از ملامت تا روزی که خداوند ما عیسی مسیح ظهور کند نگه داری. و در زمانی که او معین کرده، آن یکتا حکمران متبارک که پادشاه پادشاهان و خداوند خداوندان است، این را ظاهر خواهد ساخت. به آن یکتا وجودی که فنا ناپذیر است و در نوری ساکن می باشد که محال است کسی به آن نزدیک گردد و هیچ کس هرگز او را ندیده و نمی تواند دید، عزت و قدرت جاودان باد. آمین. به ثروتمندان این جهان دستور بده که خودبین نباشند و به چیزهای بی ثبات مانند مال دنیا متکی نباشند، بلکه به خدایی توکل کنند که همه چیز را به فراوانی تهیه می کند تا ما از آنها لذت ببریم. همچنین با آنها فرمان بده که خیرخواه و در اعمال نیک غنی بوده و با سخاوت و بخشنده باشند. به این طریق گنجی برای خود ذخیره خواهند کرد که اساس محکمی برای آینده آنها بوده و آن حیاتی را که حیات واقعی است به دست خواهند آورد. ای تیموتاوس، آنچه را به تو سپرده شده است حفظ کن. از سخنان بی‌معنی و کفرآمیز و مباحثاتی که به غلط دانش نامیده می شود دوری کن، زیرا بعضی ها که خود را در این چیزها متخصص می دانند از ایمان منحرف گشتند. فیض خدا با همه شما باد.